همون بلایی سرش میاره که تو هم دستات سر قربانی آوردی. ول کن بابا، تو هم شعر میگی یا رئیس؟ اگه کاری نداری ما رو برگردون سر جامون. نه کاری که نداری، ولی حالا که تا اینجا اومدی از بچت خدافظی کن. بگید اون خانم با بچه بیاد تو. خانم بیا تو. بچه رو دیده بودی؟ آره، از پشت شیشه. دستشو باز کنید. باز کنید. بچه رو بده بغلش.
خب رئیس، چی میخواستی بدونی؟ تو ساختمون 85، ساختمونی که این خواهرت زندگی میکنه، کسی رو کشتی؟ نه. جسد کسی اونجا دفن کردی؟ نه. برای چی باید این کارو بکنم؟ من یه حرفه‌ایم. اون وقت اگه کسی رو بکشم، جسدشو تو ساختمون خواهرم دفن میکنم. حرف حساب جواب نداره. خیلی ممنون. من دیگه سوالی ندارم. شما چی؟ شما هم سوالی ندارین؟ من که خیلی سوال دارم. خودت خوب میدونی. آره. میدونم. حالا یه قلم و کاغذ بردار و بنویس. مگه اسامی همدستای منو نمیخواستی؟ بنویس دیگه. سلام. سلام آقا. میرزایی کجاست؟ میرزایی رفته اجرای احکام. شماره چی میگردی آقا؟ پرونده بازگن. کدوم بازگن؟ همونی که ماشین شاه آتیش زده خودش هم کشته. ده عجب بابا، همون که دخترش میاد اینجا. آها متوجه شدم، همین جاست آقا. بگرد ببین پیدا میکنی؟ چشم. پیدا کردم آقا. خیلی خوب، آدرس زن و دخترش از توی پرونده در را بنویس روی کاغذ بده به من. چشم. سلام سرنگ، خسته نباشی. خوب گوش کن ببین چی میگم. یه تیم کامل از بچه ها آماده کن بفرست اول جاده اسلام شهر، تقاطع آزادگان. خودت هم برو اونجا، من الان میام. آره آره، خداحافظ. خبری شده آقا؟ بله خبری شده. نمیخورم، گشنم نیست. طبقه نیم چهارم. مهین خانوم سلام. سلام. جعفر کجاست؟ جعفر رفته شهرستان پیش مادرش، آخه ناخوشه. بر میگرده؟ آره بر میگرده، همچین که حال مادرش جا بیاد بر میگرده. تلفنش هم که خاموشه، جا گذاشته. اگه به شما زنگ زد بهش بگین با من تماس بگیره. حتما. سلام. چطور بود؟ خوب. دیگه نگفت میخوام برگردم خونه؟ نه.
سفارش کردی با شخون نظر بیرون؟ آره. مخواستی به آقاتون بگی حواسش باشه اگه مخواست باشه؟ حواسش هست. آقا تلفن تو داره؟ بابام تلفن منو نداره. چته تو؟ میترسم دوباره اونجا یه گندی بالا بیاره. نترس بابا. نترسم؟ نمیبینی چه بدبختی برامون جور کرده؟ تو هم گیر دادی به اونا. همش که تقصیر اون نیست. ما روپای بدیم آقا جون. روپای بد. بد شانسی میاریم. بد شانسی. ببینم کشتم این یارو دیشبیان بد شانسی بود؟ اونو که جعفر خدا پدرشو بیامرزه. اگه نمیکشتش معلوم نبود چه بلایی سرمون میآورد. اصلا نمیدونیم کی بود، چی بود، چی میخواست، قضیه چی بود. معلومش چجوری از جیک و پوک ما سر در آورده بود. کیه؟ چه میدونم؟ نکنه جعفره؟ نه بابا، جعفر چیه؟ صبر کن. ببین کیه؟ چه میدونم؟ واکن ببین چی میگه. سلام. سلام. شوهرت هست؟ بله. بفرمایید. سلام. سلام. بهش گفتی؟ چی رو؟ این که من واسه چی اومدم تو این ساختمون؟ بله گفت. اومدین دنبال قاتل شوهرتون. تو که میشناختیش؟ بله، این خونه رو از ایشون اجاره کردیم. اون موقع شما زندون بودم. ولی وقتی اومدم بیرون گفتم ببینم این تیمور خونه منو به کی اجاره داده. نکنه داده باشه دست یه آدم ناباب، نتونم دیگه بلندش کنم. رفتم از جواد اوراقچی آمارتو گرفتم. بابات گفت خودمونه. خیالت راحت. حل بقیه است. گفتم پس بذار بشینه. آخه میدونی این آدم های پاستوریزه بچه مثبت بد دردیان. هیچ بده بستونی نمیشه باشون کرد. تا بیا یه حرف بزنی، یک به دو بکنی، حق تو بگیری، فوری پای کلانتری و آگاهی دادسرار میکشن وسط. مشکار بد کرد؟ ولی آدم هایی مثل من و شما دنبال درد سر نمیگردن. تا میگن تخلیه کن، میگیم چشم. میخوای خونه رو تخلیه کنیم؟ نه بابا، به خونه چیکار دارم؟ میخوام خودتو تخلیه کنم. خب عزیزم، شما تو چه خطی کار میکنی؟ خط؟ بله، خط، خلاف، جرم، رشتت چیه؟ ما خیلی وقت دست کشیدم. یعنی حالا سر به راه شدی؟ خواره دیگه، ما وقتی زنگ گرفتم دست از پا خطا نکردم، همه چیزو گذاشتم کنار. چه خوب، آدم کنار باشه بهتره. و حالا از کنار میخوری؟ اینم مال باقی کناریه دیگه، مگه نه؟ از تو ماشینت در آوردم. خانوادگی کار میکنین دیگه. خودتو، زنتو، داداشت. آره؟ ذهنمو کور نکن، حالم گرفته میشه. بگو بله. بله. جواهر فروشی کار شماست دیگه. آره. پسر دیشبیرم شما کشتی؟ آره؟ آه. حالا چرا میکشی؟ بدشانسی. کار دعا شما یه تختش کمه. من میشنوین با احمق جماعت کار نکنین. همین پسر من عقلش پار سنگ برمیداره. واسه همین هیچ کار درست حسابی نمیدم دستش. از جواهر فروشی چقدر گیرتون اومد؟ هیچی. هیچ؟ همش بدلی بود. همش بدلی. چیه؟ خوف کردین؟ نترسین بابا، خیال ندارم لوتون بدم. این کاری نیستم من.
سهم هم نمیخوام، بلکه میخوام یه سهمی هم بهتون بدم. چه سهمی؟ نصف 2 میلیارد. کدوم 2 میلیارد؟ ببینیم بچه ها، بهتره با هم بازی نکنیم. خوب میدونین از چی حرف میزنم، نمیدونین؟ چرا؟ میدونیم قربون آدم چیز فا. نصف 2 میلیارد بهتره ای چیه؟ مگه شما میدونی 2 میلیارد کجاست؟ بله، یعنی یه چیزایی من میدونم، یه چیزایی شما میدونین. میریزیم رو هم، خاکی رو خاکی میکنیم، سر جام از توش یه چیز در میاد. ما که نمیفهمم شما چی میگی. مگه نفهمی؟ خوبم میفهمی. اصل این قضیه بکش بکش چیه؟ ما که گفتیم قتل این یارو جواهر فروشه. قتل یارو جواهر فروشه دزدی بوده، درگیری شده زدین یکی رو کشتین قبول. قتل این یارو بالایی چیه؟ منو که نمیتونین رنگ کنین. کشتن این یارو یه جوری به تیمور و اون 2 میلیارد مربوطه. یا شما میخواستین یه چیزی از اون درارین، یا میدونسته یه چیزی میدونین اومده سراغتون. خلاصه بدون چیزش نیست. آقا بگین این قضیه چیه؟ به کجا رسیدین؟ به چی رسیدین؟ چی گیرتون اومده؟ خب بریز این وسط، همه با هم چارتایی میفتیم دنبالش. بگه نه یه وقت میبینه همیشه به هم ریخته. حیفه. درسته من گفتم کسی رو لو نمیدم، لو نمیدم، ولی همینطوری برا خودت میبافی. اوی دست از پا خطا نکنی ها، حسابشو کردم اومدم اینجا. الان حمیدو بیرون کاشتم منتظره، دیر برم میدونه باید چیکار کنه. اینا رو میبینی؟ اینا همراهش بود، داشتم برای اینا کشتش. اینا چی هست؟ اینو که پلیس کشیده. این چیه؟ عکس داشتمه، جلو جواهر فروشیه. یعنی بعد از اینکه یارو رو کشته دوباره برگشته اونجا؟ آره. الان کجاست؟ از اینجا بردیمش بیرون. آخه ممکن بود یه وقتی که بشناستش. این عکس ها رو همون یارو مرده گرفته؟ بله. جلوی جواهر فروشی؟ بله. یعنی از اینجا را افتاده دنبالش تا اونجا ازش عکس گرفته؟ خب آره دیگه. کجا میدونسته کجا داره میره؟ جعفر میگفت از همه چی خبر داشته، کی میایم، کی میریم، کجا میریم. باریکلا، عجب مرده ای. هم میدونسته کی میایم، هم میدونسته کی میرین، هم میدونسته کجا میرین. علم غیب داشته. ببینین، دست وردارین. فکر میکنین ما دروغ میگیم؟ فکر نمیکنم، مطمئنم. به یه عکس‌ها رو کی گرفته؟ خودتون گرفتی. ما گرفتیم؟ ما که اون موقع اونجا نبودیم. چطور داداشتون اونجا بوده؟ خودتون نبودین؟ چرا میپیچونین؟ رو راست بگین، رد پولا رو پیدا کردیم، میخواییم تنها تنها بخوریم. اینجوریه دیگه. نه والا، این حرفا چیه؟ میخواییم بهتون بگم این عکس‌ها رو کی گرفته؟ کی گرفته؟ فهمیده؟ آره. ای داد بیداد، حالا میخواد چی کار کنه؟ نه ترس، کاری نمی کنه. نیاد منو بگیره ورداره ببره. برای چی ببره؟ کار خلافی نکردی که. خلاف نیست؟ نه، چه خلافی؟ خبرهایی رو که همه میدونستن و علنی بوده تو اومدی به من خبر دادی، این جرمه؟ تازه تو غریبه هم که نیستی پسرش. اوه، بازی آمد. بیا اینجا بریم، بیا. این کیه؟ این یک آدم ناجنس کله خر، هر وقت چشمش با آدم میفته بی خود گیر مده دریوری میگه. یک بار به من گیر داد، گفت اینجا چرا اینجوریه، اونجا چرا اینجوریه. تا خواستم جواب بدم با یک کشیده زد زیر گوشم، برق از چشمان پرید.
مگه چی کاره است؟ هیچ، رقاص سر ناغاره. اسمش چیه؟ قدرت، قدرت علی آبادی. شنیدی؟ نه. خیلی معروفه، وضعش هم خیلی خوبه. 7-8 آپارتمان اینجا داره. 7-8 اجاره داده؟ نه، دست خودشه. نمیدونم چی کار میکنه. من الان 6 ساله اینجایم، سر در نیاوردم و بالا چه خبره. یواش میان، یواش مرن. میگه پانسیونه. چجور پانسیونی؟ سلام آقا. سلام. کجا؟ تو سالون. چی میگه؟ ترسیدن. بسارشون جمع کردم، میگن میخوایم بریم. ما این ماله کشیدیم، گفتیم چیزی نیست، طوری نشده. یواش یواش داشتم آروم میشدم، اما این روزنامه رو که دیدم از این رو به اون رو شدم. چی نشده؟ اینه چرا نشونشون دادی؟ من نشون ندادم، رو میز بود. سلام علیک. سلام آقا. سلام علیکم. من به شما حق میدم. منم جای شما بودم تو این شرایط همین تصمیم رو میگرفتم. بری تو آپارتمانتون رو منتظر باشین تا بیان ببرنتون. حساب کتابی هم با هم نداریم. مهمون من. خیر پیش. زنه کو؟ تو آپارتمانشه. خبر داره؟ آره. ولی انگار نه انگار، عین خیالش نیست. به اون میگم مرد، نه به اینا. تو رو موضوع شماش، من خودم به بویوک زنگ میزنم. چشم. باز یارو آمد، یا مهمان آورده یا میخواد مهمان ببره. نه، کسی رو نیاورده، حتما میخواد مهمان ببره. منظورت چیه؟ بیا نگاه کن. اونو میبینی؟ این برای همی یارو قدرت کار میکنه. مهماناش این میاره، اینم میبره. یعنی چی؟ یعنی همین. هیچ که اجازه نداره سر خود بره بالا یا همینجوری اینجا بره بیرون. این یک وردستشه. یک وردش هم بالایه. این میاره، اون مبره. به منم سفارش کردن هر کی با پانسیون کار داره زنگ بزنم به نادر، نادر بیاد پایین. نادر او یکی وردستشه. میگم آقا ساله، همه پانسیون های جوریه. پاشو بیا از این یه عکس بگیر. بفرمایید. بگیر. بگیر، از همه‌شون عکس بگیر. ای بابا، اینا هم که دارن در میان که. حتما از این قاتل‌ها ترسیدن. شاید هم از چیز دیگه‌ای ترسیده باشن. چی؟ میگم غلام، بیا بریم با این پسر صحبت کنیم. بگیم چی؟ بپرسیم چی کار میکنن، کارشون چیه، مهموناشون کیان. مصاحبه؟ آره. فکر نکنم صحبت کنن. اینا به این راحتی با هیچ کی صحبت نمیکنن. حالا بپرسیم، ضرر که نداره. خودشونن، برو دنبالش.
سلام ناظر خان. سلام. مهمان داشتی؟ بله. میگم ناظر خان، مصاحبه میکنین؟ مصاحبه؟ چجور مصاحبه؟ مصاحبه، گفتگو. اول یکم با آدم مصاحبه میکنن، بعد عکس آدم هم مندازن، بعد اسم آدمی هم منویسن. نگاه کنید. مثل من. کی این کارو میکنه؟ ای آقا، خبرنگاره، کارش اینه. اسمش چیه؟ صالح. صالح؟ صالح قربانی. صالح قربانی. امروز هم یه چیزایی راجع به این ساختمون و کشته شدن یارو نوشته بودین. بله، خوندینش؟ بله، خوندم. خب، چی میگین؟ مصاحبه میکنین؟ نه جونم، من اهل مصاحبه نیستم. باشه، هر طور میلتونه، ما اصرار نمیکنیم. ما ترسه، جرأت نمیکنه حرف بزنه. آره، معلومه. من دارم میرم، کاری نداری؟ او کله خر اومد. آقا اون پسر رو نمیبینی؟ کدومسه؟ اون که پیش غلام وایستده. خب این همونی که این چرت پرتا رو تو روزنامه مینویسه. اون؟ آره. کجا میدونی؟ آخ داره بهش میگه. بگه کاری نکردیم که. شما اینه نمشناسین، از اون شر رایه. باشه. ای داره میاد، شما همجا بایستین. سلام آقا. سلام. ببینم اونی که این چرت و پرت راجع به این ساختمون تو روزنامه می‌نویسه اینه؟ بله آقا، خودشه. برو جلو. آقا وایسی می‌خواین چیکار کنین؟ خب ننشی با ازش بشونه. نه آقا، مواظب باشین. این پسر آقای قربانی بازپرسه که میاد اینجا. این پسر اونه؟ بله آقا، فامیلش هم قربانیه. مگه شما نخوندین؟ اینا صالح قربانی. جدی؟ نمیتونستم. تو همینجا بایستو نهی جلو. آقا دستم به دامنه تو. نه ترس. سالک. سلام. دستت درد نکنه. چیزایی که راجب این ساخت و منویسی همه رو بیخونم. باریکلا. مخصوصا امروزی. ببینم دیشب خودت هم اینجا بودی؟ بله. نصف شبی؟ بله. زن و بچه هم داری؟ زن دارم، ولی بچه هنوز نه. اون وقت اونو تنها میزه را میفتی دنبال این کارا؟ چی کار کنم؟ کارمه دیگه. ماچت میکنم ها. عجب بابا، من همیشه گفتم از این پلیسا و بازپرسا زحمت کشتن همین روزنامه نویسا. ببینم، فکر نکنم منو بشناسی. چرا میشناسم؟ من کیم؟ آقای قدرت علی آبادی. بابا دستت درست، لابد زیر روی مارم در آوردی ریختی رو داریه دیگه. خواستم بهت بگم من در بس مخلصتم. هی کمکی از من برمیاد دریغ نکن، هر چی میخوای بیا سراغ خودم. من راجب این ساختمون خیلی چیزا میدونم. هیئت مدیرشی میشناسم، سازنده‌هاشی میشناسم، خلاصه میتونم دلوده همشونو دررم بذارم کف دستت. جدی؟ آره. حاضرین با هم یه مصاحبه داشته باشیم؟ بله، چرا نه. معالت نچه، الان چه نمیشه. من الان هزار جور بدبختی دارم. شمارت بده به زنگ میزنم، یه قرار درست حسابی با هم میذاریم. بله. بفرمایید. دستت درد نکنه. خواهش میکنم. پس میبینمت. حتما. خداحافظ. خداحافظ.
مواظب این رفیق ما باشه. حتما آقا. عجب شانسی. داش چی مو گفت؟ هیچی، میخواد با هم مصاحبه کنه. یه اولش خیلی توپش پر بود، کلی پشت سر چرت و پرت گفت. تا من گفتم تو پسر آقای قربانی، یک دفعه از این رو به رو شد. عیب نداره، شاید بالاخره یه دفعه از بابام یه خیری به ما برسه. مواظبش باشا. حواسم هست. یه نگاه به این عکس ها بکن. برو لحواستو جمع کن، همین روزا همه چیو درست میکنم. چش آقا. زیاد بهشون نزدیک نشون، نمیخوام این پسر بردست و قدرت متوجه بشه. سلام. ببخشید، میخواستم 4 تا دیگه از روی این عکس ها برام چاپ کنیم. نگاتیوشو لطف میکنی؟ نگاتیوش که پیش خود شماست. ولی ما نگاتیو نگر نمیداریم خانم، تحویل صاحبش میدیم. شوهرم گفت نگاتیوش پیش شماست. امکان نداره. ببخشید، اسم شوهر شما چیه؟ کیوان. کیوان علمداری. عکس‌ها رو شوهر شما نیاورده. یه خانمی آورده به اسم ژیلا خوجندی. 24 تا بوده، نگاتیوم تحویل گرفته. حواسم نبود. ای بابا. راست میگن خاله. من عکس‌ها رو به کیوان ندادم، دادم به ژیلا. ببخشین آقا، اشتباه شده. حالا میشه یه چند تا از روشون برامون چاپ کنین؟ عرض کردم که ما نگاتیو نداریم، نگاتیو پیش خودشونه. حالا چی کار کنیم؟ چی شد؟ عکس‌ها رو ژیلا خوجندی آورده. ژیلا خوجندی؟ آره. دخترم این خوجندی که طبقه بالا میشینه؟ آره. اون برای چی؟
چه میدونم، لابد هم دستشه. ای بیا بالا. حرف بزن بینم. باورم نمیشه. دست بردارین، خودتون گرفتین یا منو؟ فکر کردین میشه سر من کلا گذاشتن تا همچین؟ با بگین قضیه چیه، خودتون راحت کنین. کدوم قضیه؟ ما خودمونم توش موندیم. هم دستتونه؟ هم دست چی؟ تا اینجا که یکیتون لو رفته، حالا بعد ببینیم دیگه کی باهاتون کار میکنه. هیشکی خانم، هیشکی. باهات چرا باورت نمیشه؟ من اونجایی که نکاشتم درو میکنم، چه برسه زمینی که خودم کاشتم. این پول مال من، این بچه هست، نمیذارم از گلوتون بره پایین. بفرمایین. ببین، تا فردا بهتون فرصت میدم. اگه همه چیو گفتین و هر چی داشتین گذاشتین وسط، وگرنه جفتتون میفرستم همون جایی که آب خنک میشه. ده بریم. هاشم، چه بلایی داره سرمون میاد؟ نمیدونم این دختره دیگه از کجا پیدا شد. هیچی خونه نیست، ولی اینجوری که همسایه‌اش میگه معمولاً همین موقعا پیداش میشه. تنها زندگی میکنه؟ آره. همسایه بهش خبر نده؟ یکی از درزی‌دارا رو گذاشتیم پیشش. خیلی خوب، بدون مراقب باشید. یعنی این یارو بابای منو کشته؟ معلوم نیست، اول باید ببینیم پیش بابات کار میکرده یا نه. یعنی هنوز نمیدونی؟ نه، اسکندر تو حرفاش از یه شاگردانده به نام مجید اسبورد که تو چند تا جنایت باش همدست بوده، میگفت قبل از اینکه وارد دار دسته اون بشه چند تا راننده کامیون به قتل رسونده. فکر کردم ممکنه با قتل بازگیم بی ارتباط نباشه. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ببین این آدمو میشناسیم یا نه. اگه بشناسیم چی میشه؟ خب ممکنه خودش باشه دیگه. ممکنه خودش باشه که نشد حرف. اگه قاتله بگیرینش، اگر نه مردم رو زابرا نکنی. آخه مادر من آروم باش، نمیشه شما بگیرینش بعد هم ما بیاییم ببینیم. آخه مادرم حالش... من حالم خوبه. اگه قاتل این باشه نباید فرصت فکر کردن بهش داد. کار به فردا بکشه، خودش رو جمع جور میکنه، اون وقت دیگه اقرار گرفتن خیلی سخت میشه. من اینو میشناسم، پیش وازگن کار میکرد، اسمش سعیده. آره راست میگه، منم دیده بودمش. وازگن ردش کرد، گفت آدم نابابیه. بگو بگیرنش، اون ماشین رو متوقف کنم. یاسر، اون ماشین رو متوقف کن. مقداد، نفری که اومد تو کوچه دستگیرش کن. سلام آقا سه.
سعید. سعید کیه؟ اسمم مجیده. جدی؟ راست میگه. ولی بازیان تو رو سعید صدا میکنه. بازیان؟ همچی کسی نمیشناسم. ولی اون تو رو خیلی خوب میشناسه. دست بردارید بابا. کدوم بازیان؟ این کلک‌ها دیگه کهنه شده. راست میگی. کدوم بازیان؟ بازیان دیگه مرده، نمیتونه تو رو شناسایی کنه. ولی تو از کجا فهمیدی؟ چیو؟ که بازیان مرده؟ شما گفتی. البته کسای دیگه هم هستن که میتونن تو رو شناسایی کنن. تو برای چی شوهر منو کشتی؟ مگه بازیان با تو چی کار کرده بود؟ باز خاطر پول. اون راننده ها رو میکشه، ماشینشون رو اوراق میکنه، تیکه تیکه میفروشه، اسکلت ماشین هم آتیش میزنه. درسته آقا سعید؟ اسمم مجیده. ولی اون موقعی که تو پیش بازیان کار میکردی ما تو رو سعید صدا میکردی. راست میگه، اسم تو سعیده. چرا دروغ میگی؟ فایده نداره آقا سعید، لو رفتی. عوض کردن اسم خودش جور مدرکه. تو با اسم عوضی رفتی پیش بازیان و با قصد و نیت قبلی اونو به قتل رسوندی. نه آقا، قصد و نیت قبلی کدومه؟ اصلا میدونی چیه؟ حق با شماست. اسم من سعیده. من دروغ گفتم. یادم باشه به اسکندر بگم اسمت سعیده نه مجید. اسکندر من لو داده؟ اون که میگفتن هیچ حرفی نمیزنه. بالاخره هر کسی ممکنه یه موقعی حرف بزنه. حالا تو چی؟ میخوای حرف بزنی؟ من نه، من هیچی نمیگم. اشتباه میکنی؟ الان حرف زدی، همه چی رو اقرار کردی.